سلام دوستان، به کلاس درس ما خوش اومدین. بحث انواع گراف ها رو ادامه میدیم با معرفی سه نوع دیگه از گراف ها تو این جلسه. نوع اول گرافی که میخوام تو این جلسه معرفیش بکنم، برای اینکه بیشتر باش آشنا بشیم بیایم به این مثال ها توجه کنیم. اگه یادتون باشه توی بحث گراف ها بعضی موقع ما با یه مثال های مواجه میشدیم، مثل این گرافی که من الان اینجا براتون رسم میکنم، که شما خیلی واضح با یه نگاه به این میدیدین که این گراف از دو بخش مجزا، از دو بخش کاملا مجزا تشکیل شده. به عبارت دیگه شما میتونستین یه خط فرضی مثلا اینجا رسم بکنید که این گراف رو به دو بخش کاملا مجزا تقسیم کنه و هیچ یالی از این خط فرضی عبور نکنه. ولی از اون ور یه سری گراف ها داشتیم، مثلا مثالی که بذارید من اینجا براتون رسم بکنم، مثل این گراف که شما میدیدین که هر جوری نگاش کنید هیچ جایی شما نمیتونید یه خط فرضی رسم کنید که این گراف رو به دو یا چند بخش مجزا تقسیم کنه. در واقع این گراف یک بخش متصل به همه. خب این پایه تعریف نوع بعدی گراف ما هست که میشه نوع چهارم، چون سه نوع رو تو جلسه پیش معرفی کردیم. نوع چهارم گراف ها گراف همبند هست که بیان اینجا تعریفش رو بنویسیم. گراف همبند گرافی است که بین هر دو رأس دلخواه آن مسیری وجود داشته باشد. خب نکته اولی که میخوام توی این تعریف بهش دقت بکنید این هست که این تعریف نمیگه که هر دو رأس دلخواه اون گراف باید مجاور باشن. میگه بین هر دو رأس دلخواهش مسیری وجود داشته باشد. به چه معنی؟ مثلا ببینید تو این گراف اگه شما این رأس و این رأس رو فرض بکنید میبینید که اینا مجاور نیستن، ولی خیلی راحت میتونید ببینید که این الان یه مسیر بین این دوتا رأس شد. درست اگه اینا گراف شهرهای یک کشوری باشن میبینید که با این مسیر میشه از این شهر به این شهر رسید، یا هر دو شهر دلخواه دیگه که تو این گراف انتخاب بکنید میبینید که باز یه مسیری بینشون وجود داره. پس طبق این تعریف به این گراف میگن گراف همبند. ولی از اون بر اگه به این گراف مثال اولیمون نگاه بکنید و مثلا این شهر و این شهر رو در نظر بگیرید میبینید که هیچ مسیری برای رسیدن به این از این شهر به این شهر وجود نداره. در واقع مثلا اینا شهرهای یک کشوری هستند که دو طرف یه رودخونه مثلا واقعا و هیچ پلی روی این رودخونه ساخته نشده. پس این گراف الان میشه گراف ناهمبند. گرافی که همبند نباشه رو میگن گراف ناهمبند. خب این تعریف در واقع روی وجود مسیر بین هر دو رأس دلخواه یک گراف تاکید میکرد. تعریف بعدیمون یعنی نوع بعدی از گراف ها روی وجود دور در گراف تاکید میکنه. بیام اینجا تعریفش رو بنویسیم. نوع بعدی از گراف ها درخت است و تعریف درخت گراف همبندیه که هیچ دوری نداشته باشه. الان یه سری مثال من از این نوع گراف ها میزنم و میبینیم که چرا بهش میگن درخت. خب مثلا شما الان فرض کنید این گراف رو در نظر بگیرید. این گراف الان همبنده دیگه، پس تیکه اول این تعریف رو داره. این گراف همبنده برای اینکه هر همونطور به صورت شهودی اگه بهش نگاه کنی یه تیکه متصل به همه، و از اون برام هر جوری نگاه بهش بکنید این گراف هیچ دوری نداره. شما از هر جا شروع کنید نمیتونید یه دور بزنید دوباره برگردید. پس تیکه دومش هم داره، یعنی هیچ دوری نداره. الان به این گراف میگن یک درخت. به طور شهودی اگه بخوایم بدونیم چرا به این گراف ها میگن یک درخت، چون در واقع هر کدوم از این گراف ها انگار یه جورایی از یه ریشه شروع شده، همجور رشد کرده، در واقع مثل شاخه های درخت رشد کرده، بعضی موقعا به دو شاخه تقسیم شده به همین ترتیب، ولی هیچ وقت به ریشه‌اش بر نمیگرده، یعنی هیچ دوری نداره. مثلا اگه بخوام یه مثال دیگه از اینا رو بزنم، مثلا همون مثال مولکول کربن، یادتونه که گفتم کربن با 4 تا مولکول هیدروژن ترکیب میشه. خب اینم یه درخته، انگار که این یه ریشه است که ازش 4 تا شاخه در اومده و هیچ دوری نداره. یا مثلا یه مثال دیگه از درخت‌ها که شاید باش آشنا باشین، مثال شجرنامه‌های خانوادگی، یادتونه گفتم از یک فرد شروع میشه، بعد اون فرد چند تا بچه داره و به همین ترتیب. خب اینم یه درخت دیگه. اصلا میدونید که به شجرنامه‌های خانوادگی ما بعضی موقعا میگیم درخت شجرنامه خانوادگی، دلیلش هم همینه، چون از یه ریشه انگار شروع شده، به شاخه‌های مختلف تقسیم شده و یک درخت است در واقع.
خب میرسیم به نوع ششم و نوع آخر گراف‌های این جلسه. به طور کلی یه مسئله‌ای که ذهن ریاضیدان‌ها رو از خیلی سال پیش مشغول کرده بود این بود که اگه ما گراف محله‌های شهرمون رو رسم کنیم، مثلا فرض کن یه شهری گراف محله‌هاش به این ترتیب باشه. اون وقت یه مسئله جالب برای ریاضیدان‌ها این بود که آیا ما میتونیم از یک شهر شروع کنیم، بعد از هر محله یک بار از یه محله شروع کنیم، از هر محله یک و تنها یک بار بگذاریم و به محله اول برگردیم. این براشون مثلا خیلی جالب بود. تو این گراف الان فرض کنید میبینید که خیلی ساده، اگه من مثلا از این محله شروع کنم میتونم خیلی راحت تمام محله ها رو یک بار و تنها یک بار ببینم و برگردم به همون محله اول. در واقع شما که الان با زبان گراف آشنا شدیم میتونیم به زبان ریاضی به عبارت دیگه بگیم که مسئله این بوده که آیا این گراف شامل دوری هست که از هر رأسی یک بار و تنها یک بار بگذره یا نه، که الان میبینید که این گراف شامل این دور بود. ولی مثلا فرض کنید اگه گراف محله های یک شهری به این شکل باشه، فرض کنید براتون اینجا یه گراف دیگه من بکشم مثلا به این ترتیب، یالهاش رو هم بکشم. الان این گراف محله های یه شهر فرضیه که به این ترتیب با همدیگه ارتباط دارن. الان شما اگه یه خورده با این گراف بازی بکنید میبینید که هیچ جوری نمیتونید مثلا از این محله فرض کنید شروع بکنید برید، میخواین هدفتون این از تمام محله ها رو یکی یه دور بازدید کنید دیگه، برید اینجا میبینید که باز دوباره برگشتیم اینجا بدون این که این محله ها رو بازدید کنید، یا به هر طریقی اگه شما از هر رأسی شروع کنید هر جوری بخواید برین، حالا خودتون هم میتونید یه خورده باش بازی کنید، میبینید که نمیتونید از هر رأسی یک بار و فقط یک بار بگذرید و به محله اول برگردید. دانشمندی به نام آقای همیلتون اولین نفری بود که تصمیم گرفت به گرافایی که این خاصیت رو دارن یه اسم خاصی نسبت بده. برای همین به این گرافا میگن گرافهای همیلتونی. و تعریف این گرافا چیه؟ با توجه به بحثی که الان داشتیم، گراف همیلتونی گرافی است که دارای دوری باشد که از هر رأس، که از تمام رأس ها در واقع رأس ها عبور کنند، یا به عبارت دیگه دارای دوری از مرتبه پی باشد. فرض شده اینجا مرتبه گراف پی هست، یعنی از تمام رؤوس بگذره. درست شد؟ پس الان طبق این تعریف میبینید که مثلا این گرافی که من اینجا کشیدم یک گراف همیلتونی هست، ولی این گرافی که اینجا کشیدم طبق تعریف گراف همیلتونی نیست، بهش میگیم گراف نا همیلتونی. درست شد؟ خب اینم پس نوع ششم گراف ها. حالا ممکنه این تعریف ها یه خورده الان به نظرتون پیچیده بیان و ندونید که چرا اصلا ما همچین گراف هایی رو معرفی کردیم، ولی تو جلسه های بعدی یه خورده با خواص ویژه هر کدوم از این گراف ها آشنا میشیم و اون وقت براتون واضح تر میشه که چرا این گراف ها نوع اسم خاصی بهشون نسبت داده شده. تو جلسه درس بعدی میبینمتون.